اینم از رنگ شربتمون. به به چه رنگی. داخل شهدم از آب این لیمو میریزم. شما باید که یه سری چیزا رو رعایت بکنید تا انشالله بتونید که یه مربای خوب داشته باشین که نه کپک بزنه و نه رنگش تیره بشه، که اصولش رو من بعدا برای شما توضیح میدم. دوستان گلم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم بازار چالوس برای خرید توت فرنگی و سیر. اینا برگای موه برای دلمه. به به چه برگایی. اینم کاوای فرانسوی. زنجبیل تازه. دوستان اینجا فروشگاه شیرازیه که ما همیشه میریم اینجا خرید میکنیم و وسایل مارکتینگمون رو اینجا میخریم. امروز هم اومدیم شکر بخریم برای مربای توت فرنگی. فرنگی هم یکی از میوه هایی که خیلی باید زود آماده بشه، جمع جو بشه، شسته بشه، بره کنار، وگرنه خراب میشه. پس من بلا فاصله اومدم خونه، توت فرنگی ها رو شستم و حالا میخوام که اونا رو تمیز کنم، برگاشو بگیرم. منتها چند تا نکته من در این مورد توت فرنگی ها بهتون بگم. دوستان توت فرنگی ریز و درشت داره. اگر شما بتونید که از توت فرنگی های زمینی و محلی استفاده بکنید تا گلخونه خیلی بهتره، چون گلخونه یا هم طعم خوبی ندارن، مزه آب میدن، همین که آبشون زیاده یه مقدار بیمزه تره و باید شکر بیشتری استفاده بشه. اما محلی ها و اونایی که توی زمینه کشاورزی به عمل میان شیرین ترن و ریز ترن. حالا این ما هر چقدر که توت فرنگی ریز تر باشه برای مربا خیلی بهتره و
اگر شما مخلوطش رو داشتین که هم درشت بود هم ریز بود، باید اون بزرگا رو هم مثلا دو قسمت یا سه قسمتشون بکنید با چاقو که هم اندازه کوچیکا بشن، که موقع پخت یکیشون بزرگ باشه دیرتر میپزه، یکیشون زودتر، و این مربای دستی رو به همون نمیده. الان نکته مهم همینه که موقعی هم که میخواید استفاده بکنید، اگر که زیاد خریدین ریزاشو جدا کنید، درشتشو جدا، اگر هم نه که میخواید با هم باشه درشته رو خورد کنید و با ریزا با هم بذارید. فقط این که شما موقعی که مربا رو میخواییم بپزین، مربایی که ببخشید توت فرنگی که پاک کردین رو کامل آماده شده رو بکشین ببینید وزنش چقدره، هم برابر اون میتونید از شکر استفاده کنید. ولی بازم اگر دیدید که توت فرنگی شیرینی دارید، میتونید حتی مثلا اگر 1 کیلو توت فرنگیه 800 گرم شکر استفاده بکنید. حتما میگید که اینقدر توت فرنگی میخوایی چی کار کنی؟ من همشو برای مربا استفاده نمی کنم، چون توت فرنگی فصل کوتاهی داره. توت فرنگی محلی گلخونهشو که اصلا دوست ندارم، محلیاشو دوست دارم، و به خاطر اینکه زمان کوتاهی تو بازار هست مجبوریم که مقدار بیشتر بگیریم. من یه مقدارشو پاک میکنم بزرگاشو و میذارم توی فریزر یخ میزنه، برای اسموتی های تابستون استفاده میکنم. بعد یه مقدار میخوام براتون چیز کیک درست کنم، یه مقدارم مربا و یه مقدارش هم بذارم برای اینکه همینطوری توی یخچال شسته شده آماده که بخوریم. توت فرنگیمون رو پاک کردیم، چون قطعاتش کوچیک بود دیگه احتیاجی به خرد کردن نبود. بعضی قسمتا که بزرگ بود من به این شکل نصفشون کردم. خب حالا میخوام که این توت فرنگی های آماده رو بریزم داخل قابلمه و از شکری که دارم لابلاش بپاشم در حدی که آب بندازه. بقیه شکر رو هم میتونیم بعداً به ظرف مربای در حال جوشمون اضافه بکنیم. خب من این به این شکل رو بریزم داخلش. همونطور که بهتون گفتم در مورد شکر، مقداری رو که به اصطلاح توتی رو که پاک کردین رو وزن کنید و به مقدار وزن توت فرنگیتون شکر رو چیز کنید، بهش اضافه کنید برای تهیه مربا، و به مدت 12 ساعت میذاریم که داخل یخچال بمونه و بعد میریم برای ادامه کار. الان 12 ساعت گذشته و توت فرنگیمون همراه با شکری که لابلش پاچیده بودیم رو که داخل یخچال گذاشته بودم آماده شده برای اینکه بره روی حرارت. فقط نکته قابل توجه اینجا اینه که وقتی که توت فرنگیمون رو روی حرارت میذاریم باید حرارتش زیاد باشه و قاشق چوبی داخلش بذاریم. وقتی هم که میخواد کاملا جوش بیاد بالا سرش باشیم که سر نره. در ضمن ظرفی رو هم که توت فرنگی رو میخواییم داخلش بجوشونیم، دقیقا 2 الی 3 برابر خود مربامون باید باشه، چون توت فرنگی خیلی کف میکنه و جایگاه زیادی میخواد برای بجوش اومدن. الان میبینیم که مربامون به جوش اومده و کف کرده. این کف رو لازمه که از روش برداریم تا مربامون شفافتر بشه و قشنگتر بشه. پس تا اونجایی که میتونیم این کف ها رو ازش جدا میکنیم، و به محضی هم که جوش اومد 5 دقیقه بعد از جوش توتا رو از خود شربت من جدا میکنم. الان ما کف اولیه رو یادآوری کنم که همه کف نمیشه بگیریم، به خاطر اینکه توت هر چقدر که میجوشه کف بیشتری تولید میکنه، ولی اون کف اولیه روش باعث میشه که تیره بشه. اون کف اولیه رو که گرفتم 5 دقیقه توتمون داخل شد جوشیده. الان میام با واسطه یه کفگیر اونو میریزم تو این صافی و توتم رو از شربتم جدا میکنم. الان علتشو هم بهتون میگم. ببینید به این شکل. ببینید عزیزان، روش هایی هستش برای تهیه مربای توت فرنگی که میگن توت باید داخل شربت باشه بجوشه تا قوام بیاد. اگر شما رنگ قشنگ توت فرنگی رو میخواید، امکان نداره با اون روش ما بتونیم اون رنگ رو حفظ بکنیم. مطمئنن سیاه میشه، چون من خودم حتی توت فرنگی هایی که با زمان طولانی شربتشو میخوام، مرباشو میخوام نگه دارم
بذارم به جوشه کاملا سیاه میشه و رنگ تیره قرمز به خودش میگیره. اگر میخواد رنگش روشنتر و قشنگتر باشه، بیاید توت رو از شهد جدا کنید، بذارید کنار داخل صافی و این آبی هم که شربتی هم که ازش جدا میشه رو دوباره بریزید داخل شربتی که داره در حال جوشه و داره قوام میاد. وقتی که شربتمون رو گذاشتیم جداگانه داره میجوشه که قوام بیاد، به اون شکل دیگه سیاه نمیشه شربت، چون دیگه داخلش توت نیست. وقتی هم که داریم اینو میجوشونیم با حرارت زیاد میجوشونیم که سریع به قوام مورد نظرمون برسه. من چون شربت زیاده و میخوام که یه مقدار هم از این شهد به عنوان شربت برای پذیرایی استفاده بکنم، یعنی دو قسمت بکنم، یه مقدار از شهد رو روی توتان بریزم، یه مقدار از شهد رو هم برای شربت پذیرایی استفاده بکنم. به خاطر همین وقتی که کاملا قوام اومد، اون مقداری که برای مربام جدا میکنم و اون مقدارم که برای پذیرایی جدا میکنم. حالا اون قسمتی رو که میخوام بریزم، اون شربتی رو که میخوام بریزم روی توت فرنگیم، میام از 2 قاشق غذاخوری ژلاتین یا پودرش یا ورقه‌ایش، هر کدوم رو که در دسترستون هست، 2 قاشق غذاخوریش رو روی نصف لیوان آب به این حالت میپاشم تا حالت توری به خودش بگیره. حالت توری که گرفت میذارم روی حرارت غیر مستقیم. حالا من سماور دارم، رو سماور شما میتونید روی کتری یا یه ظرفی که به جوش اومده بذارین و به طور غیر مستقیم این رو آب بکنید. وقتی که ژلاتینمون آب شد، داخل اون شهدی میریزیم که میخوایم روی مربا بریزیم. شما از گلوکوز هم میتونید استفاده بکنید، ولی از نظر سالم بودن و مفید بودن ژلاتین خیلی بهتره و خاصیت رطوبت گیری داره و اجازه نمیده که مربای شما کپک بزنه. عزیزان، برای اینکه شربتمون هم زمانی که داره میجوشه سیاه نشه و همین که وقتی که برای مربا استفاده میکنیم از شکرک زدن مربامون جلوگیری بکنه، یه مقدار از لیموی تازه یا یه قاشق 2 قاشق لیموی آب لیموی تازه استفاده میکنه یا شیشه فرم میکنه. من چون لیموی تازه داشتم، میام از لیموی تازه استفاده میکنم و داخل شهدم از آب این لیمو میریزم. این باعث میشه که تا زمانی هم که داره قوام میاد رنگش تیره نشه. اینجا توتی رو که ما جدا کرده بودیم میریزم داخل یه ظرف. از شربتی که قوام اومده من میریزم روی توتمون به این شکل تا کاملا سطح توت رو بپوشونه و توتامون توی شهد غوطه ور بشن. بعد با یه قاشق همش میزنم که قشنگ توتا توی شهدمون باز بشن. تو این مرحله میام ژلاتینی رو که روی حرارت آب کرده بودم رو به مربام اضافه میکنم و وقتی که سرد میشه این ژلاتین داخل مربا سفت میشه و حالت براقی میده به مربامون. حالا از این شربت با اینکه داغه، من میخوام یک کمیش رو امتحان بکنم که شما هم ببینید، ببینیم که رنگش به چه حدی در اومده. این از شربتمون، یخ هم میندازم داخلش. اینطوری خب حالا مقداری هم آب میریزیم تا ببینیم که چه رنگی رو بهمون میده. انشالله که خوب شده باشه و دوست داشته باشین. به به، چه رنگی. اینم از رنگ شربتمون. دوستان، اینم از ویدیویی که خواسته بودین، شربت توت فرنگی همراه با مرباش. فقط یه نکته دیگه میمونه، اون هم اینه که بعضی مواقع از وانیل، هل و دارچین هم
شما میتونید برای عطردار کردن مرباتون استفاده بکنید، ولی من چون عطر و طعم واقعی توت فرنگی رو دوست داشتم از هیچ کدوم اینا استفاده نکردم. ممنونم از اینکه تا پایان این ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که لذت برده باشین و این مربا رو تهیه کنید و در کنار خانواده نوش جان کنید. تا ویدیوی دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.